اول شروع می‌کنیم به نوشتن وضعیت ایژوکیشن در هر سه کشور، بعد وضعیت غذا و بعد وضعیت ترابل. خب، وضعیت ایژوکیشن به چه صورت دوستان هست؟ بگیم که the highest یا greatest، فرقی نمی‌کنه. The highest یا the greatest amount of money which was spent on education is observed in Turkey. بعد میتونیم حالا برای اینکه طولانی تر نشه، چون نیازی نداریم که خیلی هم طولانی بنویسیم، 7.3 بیلیون دلار. خب خوب دقت بفرمایید دوستان. The highest یا the greatest، بالاترین مبلغ، amount of money، بالاترین مبلغ پول، which was spent on education، که بر روی education یا تحصیل صرف شد، is observed یعنی مشاهده می شود in Turkey، در کشور ترکیه. مبلغش رو هم می نویسید. خب حالا چون میخواییم به هر صورت سوئد و پولند مبلغ پایین تره، خب از however استفاده میکنیم. However با این وجود یا اما، however میتونیم بجای however دوستان از nevertheless هم استفاده کنیم. دوستان میدونید however و nevertheless به نسبت مثلا but خیلی اکادمیکتر هستن، خیلی اصطلاحات قوی تری هستن. however in Sweden and Poland مبلغ ها رو می‌نویسیم. از همه شما دعوت می‌کنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام. موفق باشید.